Do you see him? No. Well, he's done for. He'll be lost forever. Jesse, Buzz, Slink, Molly's room. The rest of you, stay put. Situation? Lost toy, side yard. Billy, go, Gruff, raise the blinds. They have names? You never told me that. Billy, go, Gruff, raise the blinds. They have names? You never told me that. Billy, go, Gruff, raise the blinds. They have names? You never told me that. Billy, go, Gruff, raise the blinds. They have names? You never told me that. Billy, go, Gruff, raise the blinds. They have names? You never told me that. Billy, go, Gruff, raise the blinds. They have names? You never told me that. با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بنده حسین مشایخی هستم به همراه دانیال حدیدزاده با نهمین جلسه از دوره آموزش رایگان زبان انگلیسی. خب تو این جلسه ما میخوایم یه مقدار دیالوگ هامون رو بیشتر کنیم و دلیلش هم اینه که دیالوگی که الان اینجا داریم ساده است، یعنی ما تقریبا دو تا دیالوگ رو تو این جلسه براتون قرار دادیم. یادتون نره که حتما باید بیاین توی دایرکت و این دیالوگ ها رو برای من بفرستین و شروع کنین به صحبت کردن. یعنی فقط همین دیالوگ هایی که توی جلسه هست و صفحه سفید هستش رو برای ما توی دایرکت بفرستین. کسی مسخرتون نمیکنه، کسی چیزی نمیگه و سعی میکنیم که ایرادای شما رو هم بگیریم. توی اینجا بیایم اول ببینیم که چی گفته میشه. Billy, goat, gruff, raise the blinds. Billy, goat, gruff, raise the blinds. بچه ها این بیلی و گوت و گراف اسم اون سه تا گوسفندایی هستن که به هم چسبیدن. خب که با این حالا کاری نداریم، هر کدوم اسم دیگه مثل قلی و محمد و اینا. ریز بچه، ریز به معنای بالا بردنه. ما یه دینا رایز هم داریم که میشه بالا رفتن، مثلا خورشید بالا میره. خب بیایم ببینیم که توی قسمت دوم چی میگه. میگه ریز، ریز. بچه ریز رو میتونیم مثل ویز، فکر میخوای بگی ویز، ویز هست که به ما مسیر میده، فکر میخوای بگی ویز ولی بگی ریز. اون ای که اونجا هست ای خونده میشه، ریز. ریز به معنای بالا بردنه، یعنی ما اصلا میخوایم به یه نفر بگیم که مثلا دستتو بالا ببر، از ریز استفاده میکنیم. ما یه دونه فعل شبیه به ریز هم داریم که میگیم رایز. رایز به معنای بالا رفتنه، که ما برای بالا رفتن مثلا برای بالا رفتن خورشید ازش استفاده میکنیم. The sun rises. پس این رو یادتون باشه، ما یه دونه رایز داریم به معنای بالا رفتنه، یه دونه ریز داریم به معنای بالا بردنه. اوکی، رایز بلایندز. بچه ها بلایندز به چه شکل میشه؟ بلایندز، بلایندز. فکر کن میخوای بگی بلا، بگی بلا. خب اولش ما به این شکل گفته میشه که بلا. خب بلایندز، بلایندز. خب حالا من اینجا براتون گذاشتم که بلایندز یعنی چی. بچه ها بلایندز به معنای پرده هستش. بلایندز، بلایندز، بلایندز. حتما بچه ها تکرار کنید چند بار، بلایندز، بلایندز، بلایندز. ریز ده بلایندز، ریز ده بلایندز، ریز، ریز. بچه ها گفتم ریز رو میتونید تو ذهنتون مثل ویز داشته باشید ولی اولش یه آر میذاریم. ریز، ریز ده بلایندز. بیلی، گوت، گراف، پرده ها رو بکشید بالا. بچه ها ریز گفتم به معنای بالا بردنه، بلایند به معنای پرده هستش. تو اینجا ما کرتن هم به معنای پرده داریم که حالا یه سری بلایند رو استفاده میکنن، یه سری ها کرتن رو. ریز ده بلایندز، ریز ده بلایندز. بیلی، گوت، گراف، ریز ده بلایندز، ریز ده بلایندز، بلایندز، بلایندز. Raise the blinds. خب بچه من دیالوگ بعدیش هم براتون گذاشتم که یه مقدار سریع‌تر بتونیم پیش بریم. They have name؟ سوالیه. بیایم یک بار اینا رو گوش کنیم. They have names? You never told me that. They have names? You never told me that. They have names? You never told me that.
خب بچه ها اینجا اگر دقت کرده باشین اون خانومه میاد میگه که توی ما توی اسلاید قبلی داشتیم میگه بذار من اینم بیارم که جلوی چشممون باشه. بیلی گوت گراف ریز دی بلایندز، پرده ها رو بکشید بالا. اسم سه تا گوسفندا رو میگه و میگه پرده رو بکشید بالا. اینجا وودی بهش میگه که دی هاف نیمز، دی هاف نیمز. بچه نیمز که مشخصه، اسم هاف هم که به معنای داشتنه، دی هم به معنای آنها هست. آنها دارن اسم یا آنها اسم دارن سالی، اونها اسم هم دارن، منظورش اینه که مثلا چون گوسفندن رو به هم چسبیدن منظورش اینه. They have names. You never told me that. You never. بچه never میشه هرگز. Never forget you. من مثلا میتونیم با استفاده از جملات قبل بگیم I will never forget you. من هیچ وقت تو رو فراموش نخواهم کرد. You never، شما هرگز، خب یا تو هرگز، told me. بچه توldم، خب told گذشته فعل tell هستش. tell به معنای گفتنه. ما توی زبان انگلیسی یه سری از فعلامون که حالا جلوتر با همه این قواعد آشنا میشیم، زمانی که بخوایم در ارتباط با گذشته باش یک جمله‌ای رو بسازیم شکل فعل عوض میشه. ما در زمان حال ساده که حالا بعداً همه اینا رو یاد میگیریم، وقتی بخوایم گفتن رو بگیم از کلمه تل استفاده میکنیم. همون تل تو گذشتهش میشه told. Told me that. You never told me that. You never told me that. شما هرگز told me، گفتن، میام که میشه من، نگفته بودی به من. That هم میشه اون. منظورش اینه که تو نگفته بودی که اینا اس دارن. They have names. You never told me that. یه بار دیگه من از اول مرور کنم. بیلی گوت گراف raise the blinds. Raise the blinds. They have name. You never told me that. اونا اس دارن. تو اینو هیچ وقت به من نگفته بودی. You never told me that. بچه ها حتما برای من توی دایرکت بفرستین. ویس بگیرین. They have name. You never told me that. بیلی گوت گراف Raise the blinds. Blinds میشه پرده. Blinds. They have name. You never told me that. خب بریم سراغ مثال هامون. همطور که میدونید ما مثال هامون رو ترکیبی میزنیم، یعنی از جلسه یک شروع میکنیم مثال ها رو تو جملات میاریم که قشنگ تو ذهن شما کوبیده بشه. یعنی اگر این جلسه هم یه سری کلمات رو فکر فراموش کردین، انقدر تا پایان این دوره‌ای که کامل برای شما رایگان هستش اینو گوش میکنید که نگران نباشید. حالا بیایم یک بار این جمله رو با هم گوش کنیم. She raised her hands. چی داره میگه؟ میگه she، او، raised. بچه ایدی رو اگر دیدیم به فعلتون چسبیده بدونی که جمله شما مربوط میشه به گذشته، که من هی تکرار میکنم اینا رو، بعدن به جلسه قواعد گذشته برسیم قشنگ اینا رو دیگه تو ذهنتون دارید. ایدی اگر به فعل ما چسبیده بود میفهمید که برای گذشته است. میگه او بالا برد هر هند، دستاشو. او بالا برد دستاشو. او دستاشو بالا برد. مای هندز میشه دستای من. Your hands میشه دستای تو یا دستای شما. Our hands میشه دستای ما. Her hands میشه دستای او که برای خانومه. His hand میشه دستای او که برای آقا ما اینا رو استفاده میکنیم. She raised her hand. بریم مثال بعدی رو گوش کنیم. If you have a question, please raise your hand. If you have a question, please raise your hand. بچه if به معنای اگر هستش. If you، اگر تو، have a question، سوالی داری، question میشه سوال. Have هم که به معنای داشتن بود دیگه. یه نکته، have اگر در کنار وعده های غذایی بیاد مثل دینر و لانچ و بریکفاست به معنای خوردن میشه. یعنی اگر قبل از این سه تا وعده غذایی بیان به معنای خوردنه. مثلا I have breakfast، من صبحونه میخورم. Okay. If you have a question please raise your hand، لطفاً
دستاتونو یا دستتو your hand دستتو دیگه raise به معنای بالا بردن بالا ببرید if you have a question please raise your hand خب بریم مثال بعدی اگر سوالی دارین لطفاً دستتونو بالا ببرید با هم دیگه این رو گوش کنیم don't forget to have dinner don't forget to have dinner بچه forget ما توی جلسات قبل داشتیم دیگه don't forget to wash your hands don't forget فراموش نکنی to have dinner to have dinner گفتیم چیه دینر میشه شام دیگه هم هر جا قبل از وعده های غذای ما بیاد معنای خوردن رو میده فراموش نکنی شام بخوری فراموش نکنی که شام بخوری یا یادت نره شام بخوری don't forget to have dinner بچه این مثال ها رو فقط نگاه کنید همین یعنی اصلا نمیخواد حفظ کنید فقط نگاه کنید انقدر ما تکرار میکنیم تا آخر جلسه همه اینا ملکه ذهنتون میشه حالا بیاییم با هم دیگه یک بار این رو گوش کنیم Ali is washing the car in front of the house Ali is washing the car in front of the house Ali is washing Ali داره میشوره واش به معنی شستن بود دیگه چی رو داره میشوره the car in front of the house in front of the house بچه in front of تو داشتیم دیگه توی جلسه قبل جلوی خونه شون جلوی خونه درسته علی داره ماشین رو جلوی خانه میشوره علی is washing the car in front of the house علی is washing the car in front of the house بریم مثال بعدی He never forgets his friends He never forgets his friends بچه never پس چی میشد؟ هرگز never میشه هرگز forget میشه فراموش کردن His friend هم که میشه دوست او او فراموش نمی کنه هرگز دوستشو او دوستشو هرگز فراموش نمی کنه He never forgets his friends I never told you I never never میشه هرگز told هم میشه گفتن که حالا اینجا گذشته است دیگه گفتیم زمان حالش میشه tell و الان چون جمله در ارتباط گذشته است میشه told I never told you من هرگز به تو نگفتم about my uncle uncle برای عمو و برای دایی استفاده میشه my uncle میشه عمو من یا دایی من من هرگز نگفتم به تو about my uncle درباره عمو یا درباره دایی من هیچ وقت در مورد عمو به چیزی نگفتم I never told you about my uncle بریم مثال بعدی Their house is behind the cafe. Their house is behind the cafe. بچه ها اگر یادتون باشه ما گفتیم که my house میشه خونه من. Your house میشه خونه تو یا خونه شما. Our house میشه خونه ما. His house میشه خونه او. Her house میشه خونه او. Their house میشه خانه آنها. ببین؟ صفت ملکی هستش که اینجا برای ما اومده their house یعنی خانه آنها is behind هستش behind پشت کافه خانه آنها پشت کافه هستش آنها خونهشون پشت کافه خیلی راحت بریم مثال بعدی They told me they are in the backyard They told me they are in The backyard. They told me. آنها گفتن به من. یعنی قبلا گفتن دیگه. چون told اومده. گفتیم. Tell برای زمان حال ساده استفاده میشه. اگر اینجا به جای told. ما tell رو داشتیم میشه. They tell me. خب آنها به من میگن. ولی چون told اومده میشه. They told me میشه. آنها به من گفتن. یعنی قبلا این اتفاق افتاده. They told me. They are in the backyard. They are آنها هستن in the خب in the داخل حیات پشتی backyard yard حیات بود دیگه من یارم رو تو حیات دیدم و عاشق شدم یادتونه تو جلسه قبل back هم که میشه پشت They told me they are in the backyard آنها به هم گفتن که تو حیات پشتی هستن I will never forget his name I will never forget his name بچه ها will رو اگر یادتون باشه گفتیم توی جمله دیدین بدونین جمله در رابطه با آینده صحبت میشه
اوکی پس این از ویل. حالا بریم معنی کنیم. I will never forget his name. His name که میشه اسم او. خب forget میشه فراموش کردن. بچه ها never خب مثل not یه جاهای عمل میکنه و یه جوری دقیقاً میتونیم بگیم دقیقاً شبیه ناته و جمله ما رو منفی میکنه. خب مثلا I will never forget his name یعنی چی؟ یعنی من فراموش نخواهم کرد اسم اون رو. بریم مثال بعدی. I will never forget his name. I will never forget his name. بچه ها اگر یادتون باشه ما جلسات قبل هم گفتیم هر جا will رو تو جمله دیدیم بدونید در تو با آینده صحبت میکنه. I will never. بچه ها never به معنای هیچ وقت، هرگز. خودش کلمه منفیه. یعنی زمانی که never توی جمله ما میاد خودش داره جمله ما رو منفی میکنه. I will never forget his name. His name که میشه اسم او. Forget هم میشه فراموش کردن. Never هم میشه هرگز. I هم که مشخصه. هرگز فراموش نخواهم کرد. ببین این will برای آینده میاد. His name. من هرگز اسم او را فراموش نخواهم کرد. اسم اون رو فراموش نخواهم کرد. ببین در تو به آینده است. من این شخص اسمش یادم نمیاد. تا آخر اون یادمه. ببین جمله برای آینده هستش. I will never forget his name. بریم مثال بعدی. Sarah lost her toy in the garden. Sarah lost her toy in the garden. سارا اسم دیگه مثلا سقرا. Lost her toy in the garden. بچه این که گفتیم میشه داخل. Garden هم میشه باغ. In the garden داخل باغ. Her toy هم که میشه چی؟ اسباب بازی او. خب My toy میشه اسباب بازی من. Your toy میشه اسباب بازی تو. Her toy میشه اسباب بازی او. خب سارا گم کرده. Lost به معنای گم شده، گم کردن، از دست دادن، باختن، همه اینا رو میده. خب که گذشته فعل lose هستش بچه ها که حالا بعدا یاد میگیریم. مثل فعل told که حال سادهش میشد tell، حال ساده lost هم میشه lose که اینا رو بعدا با هم دیگه انقدر کار میکنیم یاد میگیریم. سارا lost her toy in the gardens. سارا گم کرده اسباب بازیش رو توی باغ. خب بریم مثال بعدی. We will have dinner in the side yard. We will have dinner in the side yard. ویل که اومده میفهمیم جمله ما آینده است. در تو با آینده قراره اتفاق بیفته. ما که میشه وی ما. Have dinner. بچه have به معنای داشتنه ولی زمانی که در کنار وعده‌های غذایی میاد معنی خوردن رو میده. We will have dinner. ما خواهیم خورد. ببین خواهیم خورد شام. ما بذار من اینا رو پاک کنم. یه بار دیگه اینجا بگم ما خواهیم خورد شام in the داخل side yard حیات کناری. We will have dinner in the side yard. ما داخل حیات کناری شام خواهیم خورد. بریم مثال بعدی. I saw Ali's toy under the car. I saw Ali's toy under the car. خب بیا معنی کنیم. بچه سا به معنای دیدنه که گذشته فعل سی هستش. I see him. یادتونه Do you see him؟ توی یکی از جلسات داشتیم دیگه. Do you see him؟ آیا اونو میبینی؟ و این سا دقیقا گذشته سی هستش. خب چی داره میگه اینجا؟ I saw Ali's toy. بچه ها Ali's toy یادتونه ما توی یکی از قواعدا با هم صحبت کردیم. این اس مالکیت هستش. هر چیزی که این ور اس بیاد متعلق به این ور اسه. یعنی این تو، این اسباب بازی متعلق به این علیه. خب بریم حالا معنی کنیم. من دیدم قبلا دیگه دیدم Ali's toy اسباب بازی علی رو under زیر ماشین. I saw Ali's toy under the car. خب بریم مثال بعدی رو با هم دیگه گوش کنیم. He was standing in front of the shop. He was standing in front of the shop. خب بچه ها اگر یادتون باشه ما گفتیم اگر به فعل ما ایدی چسبیده بود متوجه میشیم که جمله ما در ارتباط با گذشته است. حالا یه چیز دیگه هم میخوام بهتون یاد بدم. اگر واز رو توی جمله دیدین بدونید باز هم داره در ارتباط با گذشته یک سری صحبتایی میشه. حالا چی داره میگه؟ میگه او خب
ایستاده بود in front of the shop، روبروی فروشگاه یا روبروی مغازه. Standing ایستاده دیگه، he was standing in front of the shop، او روبروی فروشگاه ایستاده بود. خب این مثال ها هم تموم شد و من یک نکته بسیار مهمی رو بهتون میخوام بگم. ما برای جلسه بعد یک کاری رو انجام دادیم و اونم اینه که میخوایم تمام مثال ها و دیالوگ هایی که تا الان یاد گرفتیم رو توی قالب یک ویدیو فقط زبان انگلیسیش رو به شما بگیم و توی پست بعدی برای شما گذاشته میشه که شما فقط اونا رو نگاه میکنید و تازه متوجه میشین که چقدر قشنگ تا الان زبان انگلیسی رو تا اینجا یاد گرفتین و میتونید در زمانی که میخوابید این وایس ها رو بذارید پخش بشه. و این ویدیو جلسه بعد فقط به دست بچه هایی میرسه که ما رو تو استوری خودشون تگ کرده باشن و میتونن ویدیو رو تو پیج ما ببینن. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.